چهرهشو میبینیم. کورنر رو پتروویچ خواهد زد. پرسپولیس باید تو این نیمه گل جلو بیفته. توان این رو هم داره. نیکبخت حالا ضربه‌اش رو محکم میزنه. یه بار دیگه حالا توی دروازه. آفرین بچه‌های پرسپولیس. کریمی میزنه و ورزشگاه آزادی یک دست قرمز پوش میشه. میبینید نماهایی از تماشاگران که با پرچم‌های قرمز خودشون خوشحالی خودشون از این گل قشنگی که زد تیمشون نشان میدن. کریمی اولین گل پرسپولیس در این لیگ آسیا رو میزنه. او قبلا هم تو همین ورزشگاه تو بازی آسیایی گل زده. یه گل به الهلال عربستان زد تو همین ورزشگاه که خیلی هم قشنگ زد. خودش اعلام آمادگی دیگه است از کریمی برای تیم ملی که این روزها خبرش هست که بناست به تیم ملی فوتبال هم دعوت بشه. صحنه آیستر یک بار دیگه ببینیم. واقعا نیکبخت اینجا خوب کار کرد. یه سوبسین خوب، یه شوت محکم در برگشت علی کریمی، روپا و محکم و توی دروازه توپ جا گرفت. یه گل با همکاری یاران پرسپولیس با این ضربه. این اولین گل چهار تیم ما در لیگ قهرمانان آسیا در این دوره به حساب میاد. به توپ بستن دروازه تیم شارجه رو. زاره، نوری، دوباره حمله چهار نفری تیم پرسپولیس. یه بار دیگه علی کریمی، نیکبخت، ضربه و توی دروازه. آفرین نیکبخت، آفرین پرسپولیس، آفرین ایران. خیلی خوب کار میکنن و حالا واقعا این بازی خوب، این نتیجه خوب میتونه بقیه تیم های ما رو هم امیدوار بکنه تو لیگ آسیا. خوب بود نیکبخت، اثر تمرینات خوب خودش در طی یکی دو هفته گذشته رو حالا اینجا میگیره. یه گل ساخت، یه گل هم زد با این ضربه. واقعا دروازه‌بان اماراتی ها خیلی ضعیفه. البته این چیز از ارزش‌های بچه‌های پرسپولیس کم نمی‌کنه. پس باید انقدر حمله بکنن تا یکی از پرگل‌ترین پیروزی‌هاشون رو میتونن شاهد باشن. محمد هم تو روز خوب خودش در این مسابقه بازی می‌کنه. کریمی خیلی راحت می‌تونه این اماراتی‌ها رو جا بذاره. همین کار هم انجام میده باز هم. یه پاس عالی توی دروازه. توی دروازه. نیکبخت واقعا ببینید چه کار میکنه تو زمین. شاهکار کریمی، نیکبخت و نوروزی گل سوم پرسپولیس رو میاره. فوق‌العاده است جریان بازی و همه چیز به نفع ایران دنبال میشه. نگاه کنیم، واقعا نوروزی زدن این توپ آسون نبود اما این کار سخت و نوروزی انجام داد. این پاس اول در واقع یه مثلث میسازن. با یه مثلث اینجا به توپ میرسه نوروزی و در نهایت کارو تمام میکنه و نتیجه 3-0 میشه. واقعا تیم شارجه در مقابل در مرکز زمین فرصت برای یاران شارجه. یه سانتر دیگه، آرام آرام توپ میره توی دروازه جا میگیره. پرسپولیس واقعا نباید این اشتباهاتو بکنه. اصلا نیازی نیست که پرسپولیس این گونه دفاع مطلق بکنه. 3-0 جلو بود، حالا تبدیل به 3-1 شد. یه گل بادآورده در واقع همین بازیکن به ثمر میرسونه. نگاه کنیم ضربه سری که یار شماره 11 میزنه، سالم سیف. سانتر از مستقیم از طرف به کسی فکر میکنم نخورد اونجا. بله همون بازیکن شماره